ما با بر جان کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود دوستان نازنین به برنامه بربال سیمرغ خوش آمدید سخن را این بار آغاز کنیم از ویژگی های فرهنگ ایران و با سخن فرزانه بزرگ توس همانجا که سخن را به پایان بردیم سخنان هزار سال پیش فردوسی بزرگ سرانجام جای تو خاک است و خشت جز از تخم نیکی نباید کشت هر آن کس که نیکی کند بگذرد زمان نفس را همی بشمرد بدین کار چون بگذرد روزگار از او نام نیکی بماند یادگار همه خاک دارند بالین و خشت خنک آن که جز تخم نیکی نکشت تو پند پدر همچنین یاد دار به نیکی گرای و بدی دور دار بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد نسپریم زگیتی دو چیز است جاوید و بس دگر هرچه باشد نماند به کس سخن نغز و کردار نیک بماند چنان تا جهان است ریک یعنی میراث جهان اینها جانمایه فرهنگ ایران است سراسر تاریخ ادبیات و آثار اندیش ورزان ایران گواه روایت و حکایت همین فرهنگ است با همین ویژگی ها که از آن یاد کردیم و بارها و بارها در تاریخ و ادبیات ما تکرار شده است و گنجینه ای از آثار درباره ایاران قلندران عارفان جوانمردان ردان پهلوانان این گنجینه باشکوه نشان این فرهنگ گسترده و باشکوه است ریشه هاش رو باید در داستان های اونها جستجو کرد هر کدام از این جریانات اجتماعی و اندیشگی که نام بردم تاریخی بشکوه از انسانیت رادی مهر مدارا و پیمانداری دارند داستان های سمک ایار را بخوانیم تا راز ماندگاری این فرهنگ را دریابیم فتو نامه ها را بخوانیم نخستین قوانین کار نخستین قوانین پیشوری جوامع الحکایات و قابوس نامه و پند نامه های گرانقدر ایران را بخوانیم تا گوهر این فرهنگ را دریابیم تا راز مندگاری اونها رو دریابیم این راز در این کتاب هاست و اینها این نوشته ها سخنانی است که باید در دبستان ها به کودکان آموخت اینها راه زیبازیستن است جلال بلخ چه زیبا می سراید راز جاودانگی این فرهنگ را میگوید بدی کردند و نیکی با تن خیش تو نیکوکار باشو بد میندیش میگوید یاری کنیم دوستی کنیم مهربانی بیاموزیم و مدارا پیشه کنیم سخنانی نوشته به زر بر تارک این فرهنگ اینها گوشه های از این فرهنگ است و به همین سبب ایرانیان خود را نخستین پایگذاران حقوق بشر جهان میدانند برویم شاهنامه داستان جمشید را بخوانیم داستان تهمورس و کیومرس رو بخوانیم این پیشداتیان این نخستین قانونگذاران جهان کورش بزرگ پایگذار نخستین منشور جهانی حقوق بشر در واپسین سخنانش در کتاب زندگی کوروش بزرگ اثر نامورترین تاریخنگار یونانی گزنفون که صدها صفحه درباره زندگی کوروش نوشته است چنین میگوید ببینیم کوروش چه میگوید نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایشی فراهم میساخت که این آسایش برایم از تمامی لذتهای زندگی بالاتر بود کوروش بزرگ فرزندان و آیندگان این کشور را چنین سفارش می نماید می گوید همیشه الگوی خود را از میان افرادی برگزینید که در زندگی رستگار و سرفراز بودند اینها الگوی امسان ایرانی است و پای از راه عدالت و نیکی بیرون ننهادند با بودن چنین کسانی است که هرودوت میگوید ایرانیان به کشورهای اطراف خود احترام زیادتری نسبت به دیگران میگذارند یعنی با همسایه های خود جز مهربانی نمی کنند. آنان زمانی که در کوچه ها به یکدیگر می رسند یکدیگر را در آغوش میگیرند و میبوسند و از این گونه اسناد فراوان است در نوشته های پهلوی از انوشروان آذرباد سپندان از کارهای بسیار ارجمند در ایران باستان آمده است باز درباره نیکی است هر چه برای تو نیک نیست تو برای دیگران نیک مپندار که ما داریم امروز میگوییم هرچه به خود نمیپسندی به دیگران مپسند و پس از اسلام این گفته به کتابهای بزرگان اسلام نیز رفته است و باز در همین کتاب آمده است هر کس با تو با کینه و خشم رود هر آینه از او دوری گزین چندان که میتوانی مردمان را از سخن خود مرنجان پس نیک سخنگوی به پیران و بزرگان تندی مکن و آنان را ریشخند مکن چرا که تو نیز روزگاری چنین خواهی شد یعنی حکمت زندگانی است حکمت عملی زیبا زندگانی کردن است میگوید هیچگاه در مهمانی انجمنها و بزمها بالای مکان منشین و آن را به بزرگان ده این پیوندها این نگاه به یکدیگر بسیار ارزشمند است تنها هرودوت و گزنفون نیستند که درباره ایرانیان آن روزگار چنین نویسند افلاتون در کتاب قوانینش میگوید پارسیان که البته منظورش ایرانیان هست اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از این رو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملتهای جهان شدند و باز می نویسد در زمان او که منظورش کورش بزرگ است در زمان او فرمانروایان به زیردستان خود آزادی میدادند و آنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی میکردند اینها بودند سیاستمداران ما مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند از این رو در موقع خطر به یاری آنان می و در جنگ ها شرکت می کردند چون پادشاه سرزمین خودشون رو دوست می داشتند و اون نیز مردمان خود رو دوست می داشت. می از این رو شاهنشاه در رأس سپاه آنان را همراهی میکرد و به آنان اندرز میداد. ببین جامعه اون روز ایران رو چگونه تصویر میکند میگوید آزادی، مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به درستی انجام میگرفت اینها نگاه تاریخنگاران هم روزگار آن دوران ایران باستان هستند که برخی از اونها دشمنان ایران بودند در آثار خود ایرانی ها نیست در کتابی از ایران باستان ویسپرد بند یک کرده پانزده آمده است همواره در انجام کار نیک و دستگیری از بینوایان و بیچارگان استوار و ثابت قدم باش شگفتا شگفتا که در روزگار ما دین مداران بر باورمندان با آینهای دیگر از زبان شمشیر و تازیانه بهره می گیرند. چرا؟ زیرا که با بنیادهای این فرهنگ بیگانند هیچگاه در فرهنگ ایرانی مردم برای همسان نبودن دینشان به روی دیگر هم میهنانشان شمشیر نکشیدند هیچگاه در آن زمانه نبردهای دینی در ایران رخ نداد و هزاران سال دهها آیین و باور و مذهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی کردند بر روی کتیبه ها و سنگ ها میترا و آناهیتا و اهورامزدا در کنار یکدیگرند این نبردها و مردم کشی ها را دولتمندان و دینمداران گوناگون در میان مردم پراکندند و آن همه مهر و مدارای هخامنشی را اشکانی را به دشمنی و مردم کشی غزنوی و دیگران رسانیدند ریا دروغ ظاهرسازی از زمانی که تعصب اندیشه ها در جامعه رایج شد یعنی از زمان سلطان محمود غزنوی بیشتر نمود پیدا کرد مانند یک بیماری تمام جامعه رو گرفت پایه تعصب فکری و تنگ چشمی از همین دوران در ایران گذاشته شده است البته این تعصبات فکری و دینی در دوره خاج نظام الملک وزیر دربار سلجوقیان و نویسنده کتاب سیاستنامه با همین کتاب و با تأسیس نظامیه ها آن مدارس دینی آن روزگار نهادینه شد و افراد با افکار و اندیشه های دیگر مجبور به تظاهر شدند چون قدرت در کف نظامیه ها بود این از نظر فکری از نظر اقتصادی هم تعرض حاکمان والیان و افراد بانفوز به اموال رعایا به بهانه دین و مالیات باعث شد مردم به داشتن اموال کمتر تظاهر کنند فقر ستایش فقر با یک نگاه به خانه های قدیمی میبینید که بیرون این خانه ها که عالیترین نمونهش نمونش آلیقاپوست بسیار فقیرانه طراحی شده اما فضای داخل خانه از فقر صاحب ملک خبر نمیده خانه میشه محل امن این دوگانگی ناشی از فضای حاکم بر جامعه و ناامنی های اقتصادی سیاسی و اجتماعی بوده است ریشه این همه تباهی از آنجاست یا در آنجا بالیده و رشد کرده است تازش آین و زبان و فرهنگی متضاد با ادبیات با اساطیر و با فرهنگ ایرانی به این سرزمین در 1400 سال پیش روان ما رو دو پاره کرد و البته 300 سال بعدش 400 سال بعدش دوباره این بار ترک و تازی روح آرامش طلب و آشتیجوی ایرانی به شمشیر تازی و تاتار دو پاره شد برویم به دنبال ماجرای ویژگی های دیگر این فرهنگ پروفسور آرتور پپ می نویسد فنون کشاورزی و فلسکاری خوب دقت کنیم اینها از بین که میره فساد و تباهی رونق میگیره. فنون کشاورزی و فلسکاری و مبانی اندیشه های فلسفی نوشتن اعداد ستار شناسی ریاضیات از سرزمین آغاز شد که امروزه خاور میانه نام دارد مهد تمدن و علم جهان بوده است پپ می نویسد سرچشمه بسیاری از این امور فرهنگی در فلات پهناور ایران است این رو من نمی گویم همه ایران شناسان بزرگ جهان بر آن متفقند پروفسور ریچارد فرای ایرانشناس برجسته می نویسد آیا در جامعه اسلامی نوپا فرهنگ و تمدن ایران باستان فرهنگ و تمدن ایران باستان اعراب را در خود حل می کند یا اینکه فرهنگ عرب و سابقه و ارزش های اخلاقی آنان بر دیگر ملل تأثیر خواهد گذاشت یک پرسش تاریخی و خود جواب می دهد. جواب ریچارد فرای بدون شک ایرانیان اسلام را در فرهنگ و تمدن خود حل کردن و اسلام را همچون یونانیان که مسیحیت را جهانی کردند با فرهنگ خود فراگیر نمودند ما رازی ها پور سیناها، ها خیام ها ها و دهها و صدها شاعر عارف و فیلسوف جهانی در همین دوران 1400 ساله به تمدن بشری پیشکش کردیم که همه از ایران بودند و امروزه کشورهای مسلمان با افتخار آنها را به نام خود میخوانند در ترکیه به ابن سینا میگویند حکیم ترک و در مراکش میگویند حکیم عرب به پور سینا پور سینای همدانی ما در برابر شمشیرکشان تازی که با شمشیر آمده بودند با زبان زرتشت و مانی و بزرگمهر سخن سر میکردیم و در برابر تیغ برهنه آنان کلمات فردوسی بزرگ بر زبان و در جان داشتی اگر این فرهنگ ماند و ایستاد و بالید با قلم فردوسی و نظامی و خیام و مولانا بود نه با شمشیر فلان یا بهمان که تاریخ از این قدار کشان بسیار به خود دیده است اما مانی و بزرگ مهر و زرتوش را فراموش نکرده است چونین بوده است که ستایشگر فرهنگ بوده ایم فرهنگی که در آن قلم تدبیر میراند و نه شمشیر تقدیر میراند فرهنگی که خرد در آن فضیلت است چقدر خرد نامه داریم ناصر خسرو رو بخوانیم و حماسه جاودانش شاهنامه به نام جان و خرد آغازی با شکوه مییابد و فردوسی بزرگش هزار سال پیش در آن روزگار سیاه جنگ و تباهی و سلطه دینمداران بر سراسر جهان آن روز که خود میگوید زمان سراسر پر از جنگ بود در آن روزگار در بیانیه با شکوه در آن روزگار که حتی اروپا دوران سیاه و تاریک تاریخ خودش رو طی کرد در بیانیه با شکوه میسراید به فرهنگ سپر فرزند خود که گیتی به نادان که گیتی به نادان نتوان سپرد نمیدونست که ما بعدها گیتی رو به نادان می سپاریم جز از نیکنامی و فرهنگ و داد نیکنامی فرهنگ داد ذکردار گیتی مگیرید یاد کلمات نیست مروارید است به چیز کسان دست یازد کسی که فرهنگ بهرش نباشد بسی دلت زنده باشد به فرهنگ و هوش به بد در جهان تا توانی مکوش منش هست و فرهنگ و رای و هنر ندارد هنر شاه بیدادگر بیازاری و جام می برگزین که این است آیین و فرهنگ و دین برویم موسیقی بشنویم و ببینیم و باز کردیم خوش آمد خوش آمد روز این خوش آمد بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش بالا به استقبالت آمد وقت بیروز شب قدر تو خواهد گشت نوروز به استقبالت آمد وقت بیروز شب قدر تو خواهد گشت از فردوسی بزرگ میگفتیم در ستایش هنر و فرهنگ و نیکی و شادی و بیازاری و بخوانیم بخوانیم بارها و بارها در گوش فرزندانمان بخوانیم زدانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا گوهر چونین دا پاسخ به دو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون گوهر بیهنر زار و خار است و سست به فرهنگ باشد روان تندرست هزار سال پیش است روزگار جنگ و تباهی است و این ستایش بیمانند خرد و فرهنگ در آن روزگاری که زمان سراسر پر از جنگ بود و دیوان جولید موی سیاه روی بر این سرزمین تاخته بودند مانندی در جهان ندارد این سخنان مانند ندارد در جهان آن روز آفرین باد بر این انبوه ستارگان رخشان آسمان ایران آموزگاران دیروز و امروز و فردای ما آفرین باد بر مادر و پدری که فرزند خیش را با چشمه چشمه زلال دانش و مهر چونان گلستان دیوان حافظ و شاهنامه پرورش میدهد برداریم بخوانیم و بیاموزیم این شعر اسدی را به فرهنگ پرور چداری پسر نخستین نویسنده کن از هنر و باز بیام این سوتر حکیم نظامی گنجوی میسراید جواهر جست از آن دریای فرهنگ به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ همه سخن از فرهنگ است از دانش است از جستجوست از پرسش است دانای خردگرای ایران ناصر خسرو قبادیانی در برابر فقهای بیمقدار زمانه می سراید به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار توی در هر دو عالم گشت مختار و هزار سال پیش چون این فریاد برداشته است که درخت تو گر بار دانش بگیرد درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیرآوری آوری چرخ نیلوفری را در فرهنگ ایرانی خرد جایگاه نخست را دارد خرد یعنی پرسش یعنی تجربه یعنی آزمایش در برابر آن همه بیخردی های زمان این فردوسی است که بانگ برمیدارد به نام خداوند جان و خرد مگر خرد چیست خرد همان عقل نیست عقل از ریشه بستن است خرد رهاننده جستجوگر و پرسش کننده است چه زمانها پیش از کانت و دکارت گفته است خرد رهنما و رهگشا و کلید هر بندی است خرد دانایی آمیخته با فضیلت است خردمند کسی است که جستجوگر دانش است و دانش معناش روشن است آنها که خود را علما می نامند بیخبرند از دانش فردوسی بزرگ می فرماید چونین دان که هر کس که دارد خرد به دانش روان را همی پرورد سخن از دانش است نه از خرافات نه از جهل سخن از پرسش است از جست جستجوست نه از تقلید در متون ایرانیان در پیش از اسلام نیز خرد مهمترین محور فرهنگ بوده است چنانچه در اندرز آذرباد مارسپندان آمده است این چهار چیز را در میان مردمان باید بیش از دیگر چیزها به کار بست کدام از این چهار چیز خرد هنر دیدن و دانش توانگری و رادی خوب گفتاری و خوب کرداری هنری که خرد در آن نباشد مرگ است بر تن مردمان در یسنا هات 20 بند دو آمده است بخانیم مرد و زن باید خود راهشان را با خرد برگزینند خود راهشان را با خرد و مرد و زن و چنین است که سراسر شاهنامه ستایش خرد است خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای ز یزدان و از ما بر آن کس درود که تارش خرد باشد و داد پود نخوندیم این همه فریاد برای داد و برای خرد را در یسنای مزد یسنا آمده است بشود که همه همه از بهترین دانش و خرد آگاه شویم و اسدی توسی می سراید خرد شاه را بهترین افسر است هوش و دانشش نیکتر لشکر است و دانای یمگان آواره یمگان تبعیدی یمگان ناصر خسرو قبادیانی می نویسد خرد کیمیای صلاح هست و نعمت خرد معدن نیکی و عدل است و احسان به خرد گوهر گردد در که جهان چون دریاست به خرد میوه شود خوش که جهان چون شجر است جهان درخت است و میوهش خرد بیافزای قامت خرد و فکرت بیافزای قامت خرد و فکرت میافزای طول پیراهن و پهنایش و سعدی آن سردار و سلطان سخن میسراید به هست از دد انسان صاحب خرد نه انسان که در مردم افتد چو دد پند روزگار ماست پند همه زمانه هاست شگفت تا روزگار فرمان بیخردان بی خردان که نه به تن و روان مردمان نه به خاک و آب این سرزمین بهایی قائلند چنگ در خاک و خاک در آب کرده اند تا ایران بر باد دهند طبیعت چهار فصل و سرزمین گل و سر و بلبل و هدهد روزگار تیره ای می گزراند. غبار تیر روزی از آسمان بر زمین و بر انسان و از زمین بر آسمان است مردمانی روزگاری بر این خاک زیستند که دو پیشکش به تمدن جهان داشتند و اگر فقط همین دو کار را کرده بودند برای افتخار این فرهنگ بس کاریز یا قنات و باغ یا پردیس یا پارادایز یا فردوس آنان با همین دو کار نشان دادند که با طبیعت آشنایند و با خاک مهربان و با آب روان طبیعت جایگاه بسیار والایی در فرهنگ ایرانی داشت کتاب های مانی رو بخوانی از پردیسگاه پاسارگاد بود که ما بذر پردیس و پارادایز و فردوس را در جهان افشاندیم ما تمدن را تمدن جهانی را که در کنار رودخانه ها به زنجیر بود بند از پایش برداشتیم و با قنات آب را از کوه به دشت کشاندیم و در مظهر آن باغ را ساختیم نخستین باغ های جهان را پردیس های با شکوه پاسارگاد را شوربختانه آنچه امروز در اطراف ما دیده می شود هیچ هم خانی با این باور نیاکان ما ندارد خودکامگی و تنگ چشمی های دین مداران ناامنی بی اعتباری ارزش ها اینها بر روی هم سبب رواج این همه ریا ترس و دروغ شده است اینان یعنی ریا و ترس و دروغ اولاد ستم و گسترش جهل و خرافات هستند دانا و خرد درمان این بیماری های مهیب است هر جا و هر زمان که ستم بر تخت می نشیند، ترس و ریا برابرش کرنش می کند. چون خرافات و جال فرمان روا می شود ریا و دروغ به وزارت میرسند و بر تخت سیاست می نشینند و مردمان ترس زده را به بندگی و بردگی میکشند بندگی و بردگی روحی، روانی، فرهنگی، زبانی و چونین می شود که آن همه اخلاق و انسانیت در زیر شمشیر و تازیانه از نفس می افتد. راستی و درستی از خرد و داد زاده می شود و در دامان جامعه می بالد اما اگر سیاهکاران و تبهکاران بر تخت نشینند سپاهیانشان جز دروغ و ریا نیستند فقر فقر آزادی دانایی و فرهنگی قاتل فضیلت هاست ستم اولادی جز ریا و تباهی ندارد به پیرامون خود و کشورهای دیگر بنگریم دمی تاریخ را ورق بزنیم از خود بپرسیم چرا در دوران تازش تاتار و تازی و تیمور این همه تباهی و رسوایی و نادانی دامن گسترده است چرا در سرزمین هایی که آزادی و داد و دانایی فرمان میراند و دینمداران از تخت قدرت به زیر کشیده شده اند شادی و زندگی و داد و دانایی فرمان میراند رنسانس در اروپا و آن همه پیشرفت آیا نتیجه دانایی و آزادی نبود تاریخ زهدان آینده است تاریخ بخوانیم و بخوانیم و بیاموزیم و چنین در تاریخ آمده است که در روستاهای ایران از کردستان و آذربایجان گرفته تا خراسان و کرمان و مرکز و شمال مردمان ساده و حتی به ظاهر کم دانش به احترام طبیعت پس از به دنیا آوردن فرزند یک نهال میوه در خاک می کاشتند. نماد ایران زمین سرو است نیلوفر است و خورشید است و همه ستایش و نیایش طبیعت است و چه سرودها در ستایش درخت در نیایش خاک و در ستایش آب سروده ایم برویم یشت ها را بخوانیم آبان یشت رو بخوانیم و از همین روز که بر تن تخت جمشید در کنار هر ایرانی سر ویرویده است و مردمان دست در دست هم به مهر در این سمفونی با شکوه معماری جهانی بر این دروازه نخستین سازمان ملل جهان همدوش و همترازی استادن زرتشت بزرگوار نخستین پیام صلح و خرد طبیعت را مهمترین عامل بقای انسان می شمارد احترام به پاسداری از آن به پاسداری از طبیعت بخشی از مشهورترین پندهای زرتشت به مردمان است آنکه گندم می کارد راستی می افشارد زرتشت پیروانش را فرمان داد که خاک آب و باد را پاک نگه دارند پاک کننده اصلی خورشید است در مکانهایی که خورشید راه ندارد باید آتشی روشن کند تا پاکی از وجود آتش به آن مکان راه یابد آب را هیچ کس نبایستی آلوده کند زیرا از بزرگترین گناهان به حساب می آید. همه ستایش آب است و اگر کسافتی در آب دیدند باید داخل آب شوند و آن را بیرون بکشند. آن فرزانه بزرگ ایران گفته است چه بدحال است زمینی که زمانی متمادی بدون بذر مانده است و در انتظار کشاورزی ماهر می باشد و به راستی آنکه گندم می کارد راستی می افشاند در اوستا چنین آمده است ای آفریننده جهان مادی ای یگانه مقدس چهارمین مکانی که زمین شاد و خوشبخت است کجاست از شادی و خوشبختی ملاک زندگی انسان بوده است نه گریه و مویه مزدا فرمود آنجایی که گله ها و رمه ها روز به روز به حد اکثر برسند پادشاهان بزرگ ایران احترام و جایگاه والایی را برای طبیعت و کشاورزی قائل بودند به طوری که هرودوت نوشته است خشایارشاه در راه سفر خود در آسیای کوچک به یک درخت سرو کهن برخورد او می نویسد هرودوت طوری پادشاه از دیدن این درخت خشنود شد سرو ایران رو دیده بود که فرمان داد طلاهای بسیاری بر روی آن گذارند و سربازی را جهت محافظت از آن قرار داد از کجا به کجا رسیدیم اردشیر دوم هخامنشی نیز حکایتی بسیار زیبا و در خور تعمل دارد روزی لشکریان اردشیر در راه به بوستان از درختان برخوردند و شب هنگام از سرمای زیاد پادشاه فرمان داد برای گرم کردن خود مقداری از درختان را قطع کنید تا وسایل گرما مهیا سازید ولی لشکریان سرمای زمستان را به جان خریدند تا مانع از قطع درختان مفید شود تشویق به کشاورزی و آبادانی طبیعت و کشور از مهمترین خصوصیات ایرانیان در آبادانی این سرزمین بوده است آمده است که پولیب گفته است شاهان هخامنشی به مردمانی که زمینی را به زراعت گماشتند پادشاه آن زمین را تا پنج نسل پس از وی به نام او می نمودند. و گزنفون در 445 پیش از میلاد در باری احترام به طبیعت در نزد ایرانیان می گوید ایرانیان آب دهان خود را به زمین نمیاندازند، بینی خود را در مقابل چشم دیگران پاک نمی کنند. هرگز بدن خود را با آب رودخانه نمیشویند زیرا آب و آتش و خاک از مظاهر قدرت و نماد ایزدی است در نزد ایشان پس شخصی که بدن خود را با آب رودخانه می شوید به این معنی است که به نعمتها بی احترامی کرده است و آب مایه نجات بخشی زندگی را آلوده کرده است چرا؟ چون در نتیجه ممکن است اده ای از آن آب بنوشند و مردمان بیمار و رنجور و از کار افتاده شوند و در نتیجه نسل به نسل نسل ایرانی رو به زوال برود و اما ستیز با خودکامگی و بیداد نیز یکی دیگر از بارسترین ویژگی های فرهنگ ایرانی است. در طول تاریخ بارها شاهد این امر بوده ایم. دادخواهی کاوه آهنگر و قیامش بر ضد زحاک تازی نخستین نمونه این فرهنگ کهن است. شاهنامه داستانهاش با قیام مردم بر ستم آغاز می شود از مستندات تاریخی و نوشته های پژوهشگران به خصوص کاوش هایی که از دو قرن پیش تا کنون صورت گرفته و آثار و شواهد موجود به خوبی معلوم می شود که در ایران قبل از اسلام قوانین، مقررات، و اصولی برای تنظیم امور اجتماعی و قضایی افراد جامعه تدوین کرده بودند که پایه اصلی اونها را آدات، سنن، رسمهای ملی و فرمانهای پادشاهان تشکیل می داده است اگر بخواهم گوشه های نهان و آشکار دیگر این فرهنگ رو بر بشمارم ساعتها و ساعتها وقت نیاز است تا اینجا ما به گوشه های از ویژگی های این فرهنگ چرایی فراز و فرودهای اون اشاراتی کردیم امیدوارم در جستارهای بعدی بتوانیم این موضوع رو با هم دنبال کنیم سبز باشید